خوش آمد میگم به همه دانشجویان عزیز، خانواده های گرامی، همکاران من در دانشگاه پرستیج لند و برحال دوستان و سروران که تشریف آوردن. من فارغ التحصیل انگلستان هستم و از کودک علاقه زیادی به اقتصاد و مدیریت و این چیزا هم داشتم، ولی یه سوال همیشه برام مطرح بود که چرا چرخ اقتصاد ایران نمیچرخد و درآمد سرانه ما به طور متوسط 1/8 دنیاست. فرصتی پیش اومد، یه 2-3 در آلمان زندگی کردم و اونجا متوجه دو تا نظام آموزشی شدم سالها پیش که مدت ها فکر منو مشغول کردین، دو نظام آموزشی که به طور موازی با هم دیگه هنوز هم در آلمان وجود داره. این دو نظام آموزشی برای دو نوع آدم، دو نوع دانشجو احداث شدند. یه دست دانشجویانی هستند که بهتر از طریق ریاضی میفهمند، یعنی سعی میکنن مدل‌های مجرد و انتزاعی درست کنن و اونطوری میتونن مسئله رو حل کنن. ولی دسته بزرگتری از دانشجویان هستند که به طور فیزیکی و با تماس مستقیم با واقعیت درک بهتری پیدا میکنن و میتونن مهندسان بسیار خبره‌ای بشن در زمینه کار خودشون. دانشگاه جامعه علمی کاربردی به همت استاد مرحوم من دکتر ابتکار در ایران احداث شد برای دسته دوم از دانشجویان، اونایی که به طور فیزیکی درک بهتری از واقعیت دارن تا با مدل‌های ریاضی. دانشگاهی که ما به طور اتفاقی دیداری من با آقای سرامی داشتم در دانشگاه صنعتی اصفهان و مثل بقیه چیزهای خوب دنیا که به طور اتفاقی شروع میشه، ایشون گفتن من میخوام دانشگاهی درست کنم و منم تو ذهنم بود که منم دلم میخواد که کاری بکنم در دانشگاه ها. برحال ایشون منت گذاشتن از من، دعوت کن که اینجا رو شروع بکنیم با هم دیگه. دانشگاهی که ما خدمتون هستیم تفاوت‌های اساسی با دانشگاه‌های امروزی ایران داره. از نظر آموزشی من با تک تک مدرسان شما صحبت کردم. نظام آموزشی اینجا دانشجو محور هست. نظام جدیدیه تو دنیا بهش میگن student centered learning، یعنی محورش بر اساس آموزش به معنای سخنرانی نیست، بلکه آموزش به معنای درگیر کردن دانشجویان در فرایند یادگیری است و بنابراین دانشجو تلاش میکنه یاد بگیره، نه اینکه استاد تلاش میکنه یاد بده. طبعا روش های آموزشی متفاوتی خواهیم داشت، نظام ارزشیابی متفاوتی خواهیم داشت. یه دانشگاه خوب دانشگاهی است که در انتهای کار همه دانشجویان حداقل 90% مطالب رو بلد باشه. ما یه دوره افتخار میکردیم در دانشگاهامون که بهترین نمره هامون 12 است. من امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان جا انداختم، امیدوارم اینجا هم جا بیفته که نمره خوب همه بیسن، ولی خب باید برنامه داشته باشیم که همه اینقدر یاد بگیرن، نه اینکه همینطوری بهشون نمره بدیم. این نظام آموزشی رو ما سعی میکنیم اینجا پیاده بکنیم. نکته دومی که در مورد نظام آموزشی اون هست، به خاطر نوع دانشگاهمون، درگیری شما با واقعیت. دانشجویان که رشته معماری هستن میدونن که اینجا یکی از بزرگترین پروژه های معماری زنده کشور هست، توسط یه معمار بین المللی طراحی شده. ما با اکادمی آف آرکیتکچرال کالچر آلمان یه قرارداد اولیه بستیم که امیدواریم به زودی ورکشاپ هایی در داخل و خارج برای دانشجویان معماریمون داشته باشیم. هدف اینا اینه که همین ساختمان های مثل این را آنالیز کنن و آموزش بدن به دانشجویان. با دانشگاه دیگه آلمان صحبت کردیم، تجربه اونا رو منتقل کنیم به داخل کشور، ارتباط های قوی برقرار کنیم بین شما و دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی کشورهای پیشرفته. امیدواریم استادای بزرگی را دعوت کنیم اینجا مدرسان شما باشن. در کنار اینا کارگاه بسیار مدرنی برای همه شما تجهیز شده. همه دانشجویانی که رشته برق هستن یا تأسیسات مکانیکی هستن یا مهندسی حرارتی برودتی، آرزوشون اینه که در یک آزمایشگاه یا کارگاه بزرگ بتونن کار یاد بگیرن. اینجا یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی کشور در حال اجراست و شما یک آزمایشگاه بسیار بزرگ در اختیارتونه. من خودم شخصا علاقه من بودم که معلم کاربینی شما باشم، یعنی هر جا که شما قراره برید داخل این ساختمان و اون بخشایی که در حال احداث هست
زمانی رو بگذرونید و یاد بگیرید حتما بیام کنارتون و اون چیزی که فکر میکنم باید ببینید اونطور که باید چشمتون رو باز بکنید همراهیتون کنم. امیدوارم که بتونیم یه روزی بگید که من افتخار میکنم که دانشجوی دانش آموخته دوره اول دانشگاه پرستیج لندن و من مطمئنم که شما بهترین پیامبران ما هستید برای اینکه دانشجویان بیشتر و آماده تری را برای این دانشگاه جذب بکنید به طوری که ما در ترم آینده امیدواریم که دانشگاه حداقل 10 برابر دانشجو بپذیره و ما برسیم به رقم 500 و با قولی که آقای سرامی امی الان هم دادن طبقه بالا آماده میشه و ما تعداد کلاسامون به سرعت رشد میکنه. چیزی که ما علاوه بر دانشگاه دیگه از همین الان میخوایم که شما رعایت بکنید به خاطر اون قولی که بهتون دادم الان اینه که از الان رو زبانتون سرمایه گذاری بکنید. ما کلاس زبان براتون پیش بینی کردیم، کلاس های زبان اضافه بر برنامه هم پیش بینی کردیم، کلاس های انگلیسی و اگر لازم شد آلمانی، حتی من با معلم آلمانی که اصلا هم آلمانی صحبت کردم که اگر شد از ترم آینده کلاس های آلمانی رو در مرکز داشته باشیم. هدف اینا اینه که شما بتونید هم با منابع علمی دنیا تماس برقرار کنید و هم بتونید اگر لازم شد از سایت های فنی، سایت های صنعتی دنیا بازدید بکنید و تجارب امروز دنیا رو منتقل کنید به کشور. آرزوی من اینه و همینطور که آقای سرامی هم بارها گفتن اینه که شما فارغ التحصیل بشید و در این مرکز مشغول به کار بشید یا مراکز شبیه این، یعنی واقعا ایجاد زمینه های شغلی مناسب برای دانش آموختگان هم هدف ماست. من تشکر میکنم از جناب سرامی و همکاران ایشون، من یه مهمانم خودم اینجا، ولی در هفته های اخیر سخاوتمندانه و کاملا پشتیبان مرکز بودن و اون چرا که ما خواستیم به سرعت در اختیار ما قرار دادن. من خواهش میکنم که اون چی که هست را متعلقه به خودتون بدونید، در حفظش بکوشید و همیشه افتخار کنید که این دانشگاه مال شماست. خیلی متشکرم.